سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی افغانستان و جهان. سازمان بین المللی ابتکار و شفافیت زیربنا پروژه های زیربنای افغانستان را ارزیابی کرده است. اعضای این سازمان میگوید که تا حال سکتور خصوصی آماده ی سرمایه گذاری در پروژه های زیربنای افغانستان نیستند. وزارت اقتصاد میگوید که در 5 سال اخیر 11 میلیارد دلار در پروژه های زیربنایی هزینه شده است. آغاز بکار اولین نیروگاه برق حرارتی از منابع داخلی در شمال کشور. اولین نیروگاه تولید برق از منابع طبیعی کشور در ولایت شمال جوزجان با سرمایه گذاری بیاد پاور افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. ساخت نیروگاه گازی بیاد پاور با سرمایه گذاری بخش خصوصی به اتمام رسیده و در آغاز قادر به تولید 40 مگاوات برق خواهد که برق تولید شده در این نیروگاه از طریق خطوط انتقال شرکت ملی برق افغانستان یعنی برشنا به ولایت‌های جوزجان، سرپل و فاریاب در شمال افغانستان توزیع می شود. همایون قیومی سرپرست وزارت مالی افغانستان در مراسم افتتاح این نیروگاه گفت که برای ساخت آن از آخرین فناوری جهان استفاده شده است. افزایش قیمت بنزین، آیا مصرف کم می شود؟ نرخ بالای مصرف بنزین در ایران همواره شکایت دولت‌ها را در پی داشته است. گلایه دولت در اینجا به طور مستقیم متوجه شهروندان است. مصرف کنندگان که تولید و عرضه کالاهای مورد نیازشان در انحصار دولت است و همزمان بابت میزان مصرفشان سرزنش می شوند. بهای بنزین در ایران از سال 1357 تا 1398 خورشیدی افزایش 3000 برابر داشته. ولی با رشد جمعیت شهرنشینی و استفاده هرچه بیشتر از موتورهای شخصی مصرف آن هم سیر صعودی داشته است. چنانچه بر اساس آمار موجود مصرف روزانه بنزین در ابتدای انقلاب با بهای 1 تومان کمتر از 14 میلیون لیتر و این رقم طی 4 دهه به بیش از 90 میلیون لیتر برگشتیم بعد از این برنامه و بیننده های عزیز، محور بحث امروز هم در رابطه با ارزیابی پروژه های زیربنایی از سوی سازمان بین المللی ابتکار و شفافیت زیربنا. و اینجا برای بحث بیشتر صبغت الله کریمی رئیس سازمان ابتکار شفافیت زیربنا در افغانستان با ما هستند. آقای کریمی سلام بر شما و خیلی هم خوش آمدید. تشکر بسیار زیاد. در اول سلام دارم خدمت شما و همچنان خدمت تمام بینندگان محترم تلویزیون آریانا نیوز، خصوصا بخش زیربنا، برنامه بسیار مهم شما. تشکر. آقای کریمی، ارزیابی هایی که تا حالا شما انجام دادین دقیقاً چقدر سرمایه گذاری ها در بخش پروژه های زیربنایی در کشور تا حالا صورت گرفته است؟ تشکر بسیار زیاد. ببینین، یکی در سال 2002 به این طرف معمولا در بخش زیربنا ما 2 نوع سرمایه گذاری داشتیم. یکی سرمایه گذاری از طریق بودجه ملی و دوم سرمایه گذاری خارج از بودجه ملی. طوری که تحقیقات ما نشان میده تنها از طریق بودجه ملی بخش انکشافی 33 میلیارد دلار در بخش زیربنا از سال 2004 به این طرف هزینه شده که به کشوری مثل افغانستان یک سرمایه گذاری بسیار هنگفت محسوب میشه. و خارج از بودجه به اساس گزارش هایی که سیگار منتشر کرده تنها ایالات متحده آمریکا 133 میلیارد دلار در بخش زیربنا اینا سرمایه گذاری کردن، هزینه کردن که طوری که دیده میشه یک سرمایه گذاری بسیار هنگفت در بخش زیربنا این محسوب میشه. این سازمان گفته که سکتور خصوصی علاقمند نیستن که در بخش پروژه های زیربنایی سرمایه گذاری کنن. شما بیشتر عاملش را در کجا میبینین؟ بیشتر چی میتونه اینا را بیشتر کم علاقه ساخته باشه؟ خب ببینین، واقعا کشورهایی که به زیربنای بهتر دست دارن اونا یکی از عاملی اصلیشه دخیل بودن سکتور خصوصی حساب میکنن. متاسفانه در طی سالهای گذشته دولت نتانسته که پای سکتور خصوصی را به طور شاید و باید در انکشاف زیربناها دخیل بسازه. خصوصا شما میبینین که مثلا دیگه کشورها از میکانیزم های مشارکت عامه و خصوصی یا پابلیک پرایویت پارتنرشپ
در این قسمت استفاده میکنن که متاسفانه ما نتونستیم، اگرچه ما یونیتی برای به این قسمت داریم که ما سکتور خصوصی باید در بخش زیربنا داخل باشن، ولی متاسفانه ما بینیم که سکتور خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش زیربنا بی میل هستن، بی علاقه هستن و اونا علاقه من نیستن که در بخش زیربنا سرمایه گذاری بکنن. البته گزارش ما نشان میده که دلایل متعددی در این قسمت موجود بوده. مثلا کدام دلایل؟ از جمله بسیار زیاد دلیلی بسیار زیاد مهمی که هست ایسته که سکتور خصوصی به پروسه های تدارکاتی بی باورمند هستن. ببینین هنوزم ما در سال 2019 قرار داریم و تکنولوژی در بخش های تدارکاتی باید استفاده وسیع صورت بگیره. هنوزم یک مثال بسیار کوچک شبشتان ذکر بکنم، هنوزم اسناد قراردادی، اسناد داوطلبی به شکل هارد به نهادها سبمیت میشه و داده میشه و امکان دستکاری در او اسناد فوق العاده موجود است. میتونه که یک کارمند تدارکاتی یک ورقی را از داخل ورقای امو اسناد داوطلبی بکشه و این میتونه که نتیجه را به نفع یک قراردادی دیگه رقم بزنه. یعنی امکان تغییر و تبدیل است. امکان تغییر و تبدیل است. ببینین ما پیشنهاد ما است که بعد این مرحله مثلا ای تیندرینگ یا تدارکات الکترونیکی بعد روی دست گرفته شود و همچنان بعد اسناد داوطلبی به شکل دیجیتالی سبمیت شود. بسیار کار ساده است به شکل دیجیتالی سبمیت شود که اوجا دیگه تغییر و تبدیل در اسناد قرارداد دیگه موجود نباشه. وقتی قرارداد میگه که من اسناد مکمل دادم، اداره میگن نه، یک ورق تو کم بود، هیچ سند ثبوتی وجود نداره که ثابت بسازه که این ورق پره بود یا این ورق کم بود. یکی از دلایل میتونه این باشه. دلیل دیگه که در گزارشی که ما به حساب نشر کردیم آمده، شما میبینیم که مثلا طولانی بودن پروسه داوطلبی است. در این صفحه شما ببینید که پروسه داوطلبی 336 روز بوده، یعنی یک سال، حدودا یک سال بوده، در حالی که به طور اوسط، البته در حالی که نظر به معیارهای جهانی و پرکتیس معمولی را که باید 120 روز برای پروژه هایی که از طریق داوطلبی بازی ملی صورت میگیره باید 120 روز باشه، یعنی 3 ماه. ولی شما میبینید که در 20 پروژه که تنها ما انجام دادیم، پروژه هایی هستند که پروسه داوطلبیشان الی بیشتر از 3 سال دوام کرده و همچنان پروژه داریم، مثلا پروژه شما ببینین سرک چغچران گردن دیوال، پروسه داوطلبیش بیشتر از 3 سال دوام کرده و حتی مثلا اینجا مثلا پروژه مربوط شاروالی کابل مترو بس، شما از قصه شم خبر دارین، هنوزم تانوس پروسه داوطلبی ازی خلاص نشده، هنوزم در مرحله دیزاین و مرحله تصمیم گیری قرار داره و تانوس کسی حتی دیزاین ازی تانوس نیایی نشده. بیشتر که در داوطلبی زمانگیر میشه دلایلش چی است؟ و پیشتر عوامل که شما اشاره کردین، گفتین که امی بخش باید یک سیستم سازی در اینجا صورت بگیره یا الکترونیکی سازی شوه. آیا روی امین موضوعات فکر شده یا بیشتر شما نبود ظرفیت در تدارکات ترجیح نمیده؟ ببین ظرفیت واقعا یک فاکتوری اساسی است که یعنی عدم نبود ظرفیت کافی در نهادها باعث شده که نهادها نتونستن که به طرف تدارکات الکترونیکی بروند. تدارکات الکترونیکی مداخله انسان‌ها را در پروسه تدارکات فوق العاده کاهش میده و در اونجا سیستم تصمیم میگیره و پروسه را ما میتونیم بگوییم که وقتی که از تدارکات الکترونیکی ما استفاده بکنیم، پروسه میتونه که نسبتاً منصفانه و عادلانه باشه و این باعث دلگرمی سکتور خصوصی میشه و سکتور خصوصی باورمند به پروسه میشه و میتونه که در پروژه ها اشتراک بکنن، سرمایه گذاری بکنن. مثلا ما ببینیم که از 20 پروژه‌ای که ما گزارش بالاش نوشته کردیم، حتی پروژه هایی بوده که برای 4 مرتبه، برای 3 مرتبه، برای 4 مرتبه به اعلان سپرده شده ولی هیچ داوطلبی حاضر نشده که در این پروسه اشتراک بکنه، یا مثلا برای چندین مرتبه تنها یک داوطلب اشتراک کرده. بله، بیشتر دلایلش چه بود؟ دلایلش ببین گفتم که یک دلایلش مثلا سکتور خصوصی به پروسه های تدارکات باورمند نیستن. واقعا شما چی فکر میکنید؟ اگر سیستم ساخته شود چقدر طبق این سیستم رفتار خواهد شد؟ آره، میبینیم در وزارت مالی هم سیستم است، در وزارت معدن هم سیستم است، یعنی چقدر از این سیستم ها در حال حاضر استفاده میشه؟
در مجموع سیستم ها امو نتایج مثبت خود در قبال داره. زمانی که ما به طور مثال سیستم ای تندرینگ یا تندرینگ یا پروسه داوطلبی الکترونیکی را که بسازیم، خود به خود شما میبینین که اونو مداخله انسان ها در پروسه کمتر میشه و او تضمین میکنه یک اندازه امو شفافیت پروسه را، و این خود به خود میتونه که کمک بکنه برای داخل سازی سکتور خصوصی و برای تشویق و ترغیب سکتور خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش زیربنا. وزارت اقتصاد میگه که در 5 سال اخیر 11 میلیارد دلار در بخش پروژه زیربنایی مصرف شده. چقدر میتونه دقیق باشه؟ کاملا دقیق است. ببینین تنها در سال 1398 ما 124 میلیارد افغانی که حدودا 1.5 میلیارد دلار بیشتر میشه، یعنی حدود تقریبا 2 میلیارد دلار میشه، تنها ما در سال 98 ما اینقدر بودجه داشتیم. در 5 سال مسلم است که حدودا 10 میلیارد میشه. یعنی کاملا دقیق است در قسمت سرمایه گذاری هنگفتی صورت گرفته. من میخوایم در قسمت یک مقدار اشاره بکنم اگر اجازتان باشه به خود ابتکار و ابتکار چی مفادی میتونه به بخش زیربنا داشته باشه. ببینین ابتکار شفافیت زیربنا یا کاست یک ابتکار جهانی است. در 17 کشور فعالیت داره در 4 قاره و دولت افغانستان از طریق وزارت اقتصاد به ابتکار پیوست و هدف حکومت یا دولت است که بتوانن شفافیت و حسابدهی را در پروژه های زیربنایی افزایش بدن. شما میدانین که و یکی از تعهد دولت افغانستان به جامعه جهانی و به مردم افغانستان هستند. شما میدانید که ببینید سرمایه گذاری بسیار هنگفتی در بخش زیربنا صورت گرفته، ولی متاسفانه مؤثریت سرمایه گذاری ها اون سوالات بسیار جدی را در ذهن شهروندان و مردم مطرح ساخته. و این گزارش این ابتکار 4 بخش اساسی داره که یک بخشش است که ما میخواهیم که نهادها اطلاعات پروژه های زیربنایی خود نشر بکنن و خوشبختانه در این قسمت کارهای صورت گرفته و اطلاعاتی حدودا 4000 پروژه از طرف نهادها نشر شده و تحقیقات ما نشان میده که نسبت به سال قبل که ما گزارش اولی خود داشتیم نشر اطلاعات حدودا 9% افزایش داشته نسبت به سال قبل و این نشان میده که یک سلسله اقدامات از جانب حکومت روی دست گرفته شده روی ای که باید مردم در پروسه دخیل باشه و مردم باید اعتمادشان نسبت به پروسه بیشتر شوه. ولی طرفی دیگه قضیه برمیگرده به رسانه ها، برمیگرده به مردم. مردم باید از این اطلاعات استفاده بکنن و در نهایت نهادها را پاسخگو قرار بدن و از نهادها پرسان شوه که چرا مثلا اینی پروژه 3 سال پروسه تدارکاتش طول کشید در حالی که باید 120 روز باشه، یا مثلا از نهادها پرسان شوه که چرا این پروژه به تاخیر افتاد، چرا این پروژه هزینه‌اش افزایش پیدا کرد. این سوالاتی زیادی هست که باید مردم از نهادها پرسان بکنه و نهادها باید در این قسمت پاسخگو باشه. و این گزارش اطمینان دهی که است یکی از بخش‌های اساسی این ابتکار محسوب میشه که معمولا سال یک بار ما اینو نشر میکنیم و همچنان ما بعضی گفتمان‌های زیربنا و بعضی برنامه‌های دیگه هم داریم که دیدگاه‌های صاحب نظرها را از بخش سکتور خصوصی جامعه مدنی و حکومت می‌خویم در این بخش داشته باشیم و اونا راهکارها و روش‌ها را به بحث بگیرن و اصلاحات پیشنهاد بکنن. و این گزارش اطمینان‌دهی یکی از بخش‌های بسیار مهمی ابتکار محسوب میشه و این گزارش فقط چیکار میکنه؟ هدف گزارش است که ما اطلاعاتی که توسط نهادها نشر شده اونا بررسی میکنیم و به زبانی بسیار زیاد عام روان تفسیر و ترجمهش میکنیم و در اختیار مردم قرار میدیم تا یک مردم بدانن که واقعا در بخش زیربنا چی جریان داره، ما چی فرصت ها را داریم و چی چالش ها را داریم و به این چالش ها چگونه پرداخت شوه. خوشبختانه وقتی که ما گزارش اولی خود نشر کردیم یک تعداد نهادها یک سلسله اقداماتی را داشتن و به یافته های گزارش پاسخ مثبت دادن، یک سلسله اقدامات روی دست گرفتن، ولی در عین زمان بعضی نهادهایی بودن که اصلا هیچ توجه نکردن. مثلا اگر من به شما مثال بدم، زمانی که ما گزارش اولی خود نشر کردیم ما چند موضوع بسیار زیاد مهم شناسایی کردیم. اولی که گفتیم که نشر اطلاعات سطح نشر اطلاعات به اندازه پایین است که در این قسمت مثلا اداره تدارکات ملی
و وزارت محترم ترانسپورت، وزارت انرژی و آب، وزارت انکشاف و دهات، اینا یک سلسله اقدامات را روی دست گرفتن و اطلاعات پروژه زیربنای خود نشر کردن. و همچنان بخش دیگه ای را که ما مثلا شناسایی کردیم این بود که گفتیم که در بخش پروژه سازی ما مشکل داریم. پروژه ها اکثرا دیزاین غلط، سروی غلط، اینی باعث شده حتی دیزاین سروی تاریخ تیر شده یا منقضی شده استفاده میشه در پروژه ها. این قسمی است که وقتی که از دیزاین سروی اشتباه بود به این مفهوم است که اما پروژه را که ما خواستی از او را داریم و اون یک چیز نمیشه دیگه. بینن وقتی که این موضوع را ما هم در گزارش اول خود شناسایی کردیم یک تعداد نهادها پاسخی مثبت دادن به این. مثلا وزارت ترانسپورت یک بخشی ساختن به نام واحدی بررسی دیزاین، زمانی که اونا یک بخش کاملا جدا زمانی که انجینرها و سرویارها پروژه را دیزاین میکنن نهایی میشه رای میشه به این بخش. وقتی که به این بخش میره و اونا بررسی میکنن، میدانین اونا تنها در 36 پروژه را که بررسی کردن 650 میلیون افغانی سیف کردن، صرفه جویی کردن. این تنها در بررسی 36 پروژه. شما گفتین که همه سال گزارشات شما منتشر میکنین. از سال اول که شما گزارش اول منتشر کردین و آمدین تا به امسال، چقدر تغییرات در بخش شفافیت و تطبیق پروژه دیده میشه؟ ببینین نمیخوایم که یک توقع واهی و توقع اضافی ایجاد شوه. زیربنا واقعا خودش یک بخش فوق العاده مغلق است، به خاطر که از پروسه های بسیار زیاد مغلق، از مراحل بسیار زیاد مغلق تشکیل شده و دهی از بخش های تکنیکی، سروی و دیزاین و کسایی که در بخش های تدارکات هستن و از قراردادی ها و همچنان از حکومت، از کسایی که مشوره میتن. شما ببینین اینی به این اندازه مغلق است این بخش زیربنا، و نمیشه که یک شبه همه چیز اصلاح کرد و ادعا کرد که دیگه همه چیز گل و گلزار است و هیچ مشکلی وجود نداره. اما ما 18-19 سال داریم پشت سر میگذارانیم. بله، با خیلی امکانات خوبی که در دست داریم. اگر مقایسه بکنیم، ببینین مقایسه بکنیم، نهادها یک سلسله اقداماتی را انجام دادن، ولی خوب است بگیم که اقدامات ناکافی هستند. یعنی مثلا از سال 2002 را به یاد دارم که حتی نهادها قادر نبودن که یک قراردادی را آماده بسازن، ولی امروز میبینیم که نهادهای تدارکاتی این ظرفیت پیدا کردن که پروژه های بزرگ مدیریت میکنن، ولی تنها شیوه مدیریت اجابت مطرح باشه. به طور مثال چرا دیزاین اشتباه باشه، چرا سروی غلط باشه، و این دیزاین و سروی غلط حتی باعث شده که مثلا در گزارش شما دیدین که یکی از عواملی که مثلا پروژه ها به تاخیر میفته، حتی 64% ما تاخیر داریم به طور اوسط، حتی پروژه هایی بوده که 200 چند فیصد، یعنی 2-3 مرتبه تاخیر داشته. فقط در یکی از دلایلی اصلش اونمو دیزاینی غلط و سروی غلط و اسناد ناقص بوده که ای باعث این موضوع شده. یعنی نهادها راه را پیمودن، یک مقدار کارها صورت گرفته، ولی این کارها میتونم بگم که ناکافی بوده، به خاطر که ما میبینیم که هنوزم پروژه ها فوق العاده بی کیفیت هستند و امو ارزش پول برای پروژه ها تامین نشده و مردم واقعا راضی نیستند و نهادها باید اقدامات بیشتری را روی دست بگیرن تا اینکه بتونن پروژه ها را به سطح مسلکی تر و پروفشنال تر تحویل بدن و مردم. از دید شما کاری که تا الان نهادها کرده چقدر میتونه که قناعت بخش باشه؟ ما میتونم در چند بخش مختصرا خدمتان این موضوعات بگم. مثلا در قسمت نشر اطلاعات کار نهادها به پیشین است. ببینین ما و شما از یک فرهنگی که اطلاعات یک نهاد مربوط خود میدانست و میگفت که اطلاعات باید به بیرون درز نکنه، امروز اطلاعاتی بیش از 4000 پروژه زیربنایی در وبسایت ها نشر شده. مثلا شما در ایجاب سبب ببینین سیستم تدارکات الکترونیکی باز افغانستان، شما مثلا برین پی ام آی سی وزارت ترانسپورت ببینین، وزارت انرژی ببینین، اطلاعات بیش از 4000 پروژه نشر شده. و همچنان زمانی که شما به اداره مراجعه میکنین، درخواست اطلاعات میکنین، نظر به قانون دسترسی به اطلاعات در اختیار شما قرار میده. یک بخش مهم فرهنگ سازی است
که متاسفانه خوشبختانه این فرهنگ تا جای ساخته شده. یعنی اما موضوع حکومتداری باز یک مقدار بحثش مطرح است و شهروندا آگاه هستند و حکومت در این قسمت پاسخگو قرار دادن و در این قسمت کارها صورت گرفته و مرحله بعدی است که باید این نشر اطلاعات یک مقدار سیستماتیک شود. حالی به شکل یک مقدار پراگنده است، چالش های خود فوق العاده زیاد دارند. مثلا شما در گزارش ما دیدیم که سطح نشر اطلاعات نسبت به معیارهای کاست تنها 36% است. هنوزم 64% دیگه باید انکشاف پیدا بکنه و ای بعد ما مثلا سالی بعدی بعد ما شاهدی مثلا 50% باشیم، سالی دیگه شاید 60% باشیم. یعنی هر چقدر که ما از معیارها استفاده بکنیم به این مفهوم است که نشان میده که ما چقدر پیشرفت داشتیم. اینی در قسمت فرهنگ سازی در بخش شفافیت یک مقدار کارها صورت گرفته، ولی کارهای دیگری که چند درصد فکر میکنید شفافیت به وجود آمده در بخش پروژه های زیر بنایی؟ خب ببینین، شفافیت ما نمیتونیم به فیصدی ارائه بکنیم. واقعا شفافیت یک اصطلاح و یک کلمه، یعنی فکر اصطلاح... میکنین نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته باشه؟ مثلا ببینین شفافیت ما میتونیم که یکی از نشر اطلاعات یکی از عنصرهای شفافیت بگیریم. شما میبینین که مثلا سال گذشته ما 27% نشر اطلاعات داشتیم ولی امسال 36% داریم. یعنی 9% تنها در قسمت نشر اطلاعات اینی ما افزایش داشتیم که میتونیم بگیم که اینی در این قسمت ما پیشرفت داشتیم. و همچنان در قسمتی مثلا واحدی بررسی دیزاین در وزارت فواید عامه، مثلا ما گفتیم که 650 میلیون افغانی صرفه‌جویی شده که این یک مبلغ بسیار زیاد کلان است. میتونیم که از این ما از این قسمت الگو برداری بکنیم و این در دیگر نهادها تطبیق بکنیم. شما فکر کنید اگر شما 50 نهاد 60 نهاد اگر این کار انجام بده، هر نهادی بتونه که حداقل 200 300 میلیون افغانی صرفه‌جویی داشته باشن، یک مبلغ فوق العاده هنگفتی است که ما با این میتونیم هزارها کیلومتر سرک بسازیم اضافه تر از این چیزی که در پلان و در بودجه داریم. بسیار خوب آقای کریمی، اگر ما بخوایم که بیشتر سکتور خصوصی را تشویق بکنیم که اونا به بخش زیربنایی، پروژه های زیربنایی اینا سرمایه گذاری بکنن، چه باید بشه؟ در حال حاضر دیده میشه و گزارش شما منتشر کرده این که اصلا علاقه ندارن سکتور خصوصی که اونا در بخش پروژه زیربنایی سرمایه گذاری کنن، یعنی یک بخش خیلی بزرگ از یک مملکت از سکتور خصوصی. بسیار سوال خوب اشاره کردین. واقعا بدون همکاری سکتور خصوصی انکشاف زیربناها و تحویل پروژه های ساختمانی ناممکن است. بدون شک. ببینین کاست در این قسمت چی کمک کرده میتونه؟ چه باید بشه؟ چی باید شوه؟ سکتور خصوصی زمانی میتونه سرمایه گذاری بکنه که به پروسه ها باورمند باشه، زمانی که مطمئن شوه که ایجا فساد نیست و رقابت عادلانه است، پروسه منصفانه است، سکتور خصوصی علاقمند میشه به که در این بخش سرمایه گذاری بکنه. فقط این ما زمانی میتونیم سکتور خصوصی را تشویق بکنیم که ما باید اعتماد سکتور خصوصی را با ایجاد سیستم ها به دست بیاریم. فعلا مثلا با می روش قدیمی که مثلا ما شما پیشتر من اشاره کردم که اسناد به شکل هارد تسلیم میکنی به اداره، دیگه اعتماد دیگه وجود نداره و این داوطلب مشکوک است. می شد اینمی روز یک ساخت و باخت صورت بگیره بین مثلا کسایی که در بخش تدارکات کار میکنه با یک شرکت های مشخص و اونا میتونن که هر لحظه تصمیم به نفع یکی دیگری تغییر بدن. بینن اینی با پروسه بی باورمند هستن. با او خاطر شرکت های بسیار بزرگی که ما شما داریم اونا حتی هیچ علاقه مند نیستن که در بخش زیربنا با پروژه های زیربنایی بیت بکنن. و اونا مثلا وقتی شما برای یک شرکت ساختمانی که صحبت بکنین بگوین که چرا با پروژه ها شما بیت نمیکنین، داوطلبی نمیکنین، اونا میگن که والا ما روابط نداریم، در این قسمت موضوعات های سیاسی مطرح است، روابط بسیار مطرح است و چون که ما روابط نداریم ما نمیتونیم که در این قسمت با پروژه ها ما داوطلبی بکنیم. اینی در خلاصه بخشتان بگم، سکتور خصوصی با پروسه با بی باور است و زمانی میتونیم ما باور سکتور خصوصی را به دست بیاریم که باید سیستم ها ساخته شوه، خصوصا سیستمی داوطلبی الکترونیکی
اونو باید ساخته شود که او در او قسمت مداخله افراد در پروسه کمتر شود، خود تکنولوژی تصمیم بگیره که کی برنده است کی برنده نیست در قسمت. خیلی سپاس سبقت الله کریمی، رئیس سازمان ابتکار شفافیت زیربنا در افغانستان، از یک شما در زیربنا تشریف آوردید. تشکر. و بیننده های عزیز، حال توجه کنید به نرخ شماره ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. سپاس از همراهیتان تا این دم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.